بسم الله الرحمن الرحیم. در آستانه روز پربرکت بعثت پیامبر عظیم الشأن اسلام هستیم، بالاترین روزی که در طول تاریخ بوده و خواهد بود. هیچ زمانی به تعبیر امام راحل می‌فرمود من الازل الی الابد، روزی به عظمت و بزرگی روز بعثت نیامده و نخواهد آمد، برای اینکه روز بعثت بزرگترین حادثه تاریخ اتفاق افتاده، بزرگترین تحول و انقلاب جهانی به وقوع پیوسته و اشرف مخلوقات عالم یعنی نبی مکرم اسلام از جانب خداوند مأمور شد تا مردم را به مسیر حق دعوت کند. و این کلمه دعوت در او سرها نهفته است. پیغمبر رو مأمور نکرد تا مردم رو به سمت حق و هدایت بکشاند یا مجبور کند یا فرمان صادر کند، هیچ یک از اینها نبود. لست علیهم به مسیطر، پیغمبر سیطره از جانب خداوند بر مردم نداشت تا فرامین حق را اجرا کند. ادعو الی سبیل ربک، اونم بالحکمت و الموعظت الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن. باید مردم رو فرا بخوانه، مردم رو دعوت کنه به بهترین میهمانی که اونجا همه چیز هست، هدایت، رحمت، اخوت، علم، تقواس، پاکدامنی است، اما فرا میخواند و دعوت میکند. پیغمبر مردم رو دعوت کرد، یعنی مردم این راه را آگاهانه و آزادانه انتخاب کردند. پیغمبر اینها رو نبرد، نه، دعوت کرد، بیان کرد، اونم اول با بیان عقلانی بالحکمه، پند هم که مردم داد و الموعظت الحسنه، یک پند نیکو و زیبا. وقتی میرسه به این که بحث کنه با مردم و توضیح بده و سخن اونها رو بشنو و پاسخ بده، اونجا موعظه حسنه هم نیست دیگه، احسن لازمه. و جادلهم بالتی هی احسن، با بهترین شیوه با مردم حرف بزن، مباحثه کن، قانعشون کن. این اساس اسلامه، اساس دعوت پیغمبره. نام این دینی که پیامبر امشب مبعوث می شود به رسالت، نامش اسلام است، یعنی صلح، یعنی سلامتی، یعنی تسلیم در برابر قانون، فرمان خدا. تحیتش هم وقتی به هم می رسند، وقتی به هم دیگه می رسند، فخر نمی فروشن، از مقام و منزلت خودشون صحبت نمی کنن، از طایفه حرف نمی زنن. سلام علیکم، با سلام همدیگر رو وقتی ملاقات می کنن، کلمه سلام، کلمه سلامتی، کلمه صلح. دینی است که سراسرش سلام است و اسلام است و امن است. ایمان، ایمانی که اگر اون ایمان به ظلم آلوده نشه به امن میرسه. این تعبیر قرآن مجید هست برای همه ما. پیامبر عظیم الشأن اسلام آمد
تا با خرافات بجنگد. پیامبر آمد تا با جهل مبارزه کند. پیامبر آمد تا با عادات غلط و ناروا در برابر اون بیستد و اونها رو کنار بزند. پیامبر آمد تا ارزش‌های واقعی رو در جامعه انسانی مستقر کند. شاید امروز فهم برخی از مسائل دوران جاهلیت برای ما سخت باشه، واقعا سخته. علم، علم‌آموزی، مکتب رفتن ننگ بود در دوران جاهلیت. اگر کسی بلد بود بنویسه و کتابت بکنه این ننگ بود. معنیش این که آدم فقیریه. آدمای پولدار، آدمای اشراف یه نفر صدا می‌زدن در کنار خودشون، اونا می‌نوشتن، نه اینکه اونا چیزی بنویسن. کتابت، علم، دانش، دانش آموختن، همه اینها ننگ بود در دوران جاهلیت. و چقدر کار سختی است که یک عادت غلط را به نقطه مقابل تبدیل کنی. و کتاب آسمانی امشب نازل شد که با قرائت و خواندن شروع میشه و با علم و قلم سخن گفته میشه. اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا و ربک الاکرم الذی علم بالقلم. اولین پیام این پیامبر از جانب خداوند برای مردم علم بود، خواندن بود، قلم بود. همه ما باید به این اصل توجه کنیم که اساس اسلام بر مبانی این ارزش‌های بلند بنیانگذاری شده. پیغمبر با خرافه مبارزه کرد، با جهل مبارزه کرد، با زن ستیزی. زن فقط یک کالای ناچیز در میان اونها بود. و همطوری که شما میدونید اگر کسی فرزند دختر پیدا میکرد اون رو ننگ میدونست. زل وجهه مسودن و هو کظیم، اصلا صورتش سیاه میشد از عصبانیت و ناراحتی که چرا خداوند به او دختر داده. زن ستیزی به عنوان یک کار مهم در میان اون طایفه و اون مردم بود. جنگ به عنوان یک افتخار بود. غارت به عنوان یک امتیاز و ارزش بود. قبیله‌ای که میتونست قبیله دیگر رو غارت کنه، اموالش رو ببره، افتخار میکرد. من همونی هستم که شعر میسرودن، من همونی هستم که شبانگاه ریختیم و غارت کردیم و بردیم و زنان شما رو اسیر کردیم. افتخار میکردن. جامعه‌ای که همه افتخارش به شمشیر، همه افتخارش به شعر، اون هم شعر جاهلی. این جامعه رو پیغمبر میخواد برگردانه به جامعه‌ای که علم، دانش و همه ارزش‌های اخلاقی. شاید برای ما جای تعجب باشه که نظافت ننگ بود. نظافت، دست شستن، صورت شستن، لباس رو تمیز کردن، اینا ننگ بود. لباس میباید کشیده بشه روی زمین، خاکی بشه. همه اشراف بزرگان اینجوری زندگی میکردن. ان نظافت و من الایمان الان برای ما یک کلام ساده‌ای هست، اما اون موقع برای اونها عجیب بود. این چه پیغمبری است؟ این چه ایمانی است که از پاکیزگی و بهداشت و نظافت سخن میگه و میگه اگر سخت نبود بر شما مسواک رو بر شما واجب میکردم. لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک. این چه پیغمبری است؟ پیغمبری است که همش میگه دست بشورید، همش میگه نظیف باشید، تمیز باشید، پاکیزه باشید. لباس گران قیمت ارزش نداره ولی لباس تمیز ارزش داره. معیارهایی بود که پیغمبر در جامعه اون روز آورد.
جوان بی ارزش بود در جامعه. جوان به معنای فرمانبر بود، به معنی یک خدمتگزار تلقی میشد. جوان در امور مهم کشور نه دخالت میکرد، نه حق داشت، نه حق داشت سخن بگه، نه حق داشت مدیریت به عهده بگیره. پیغمبر آمد یک جوان رو به نام اسامه گذاشت فرماندهی یک سپاه و لشکر. پیغمبر آمد جوانها رو مقام و منزلت داد و جایگاه اونها رو بلند کرد. نجات ستیزی در اون زمان و دنبال نژاد عرب بودن و غیر عرب بودن، پیغمبر همه اینها رو زدود و کنار زد و از بین برد. جامعه ای درست کرد، امن، امان، بر مبنای احترام به پیمان که با همه قبائل پیمان بست، پیمان امنیت. و هیچگاه پیغمبر پیمانش رو نشکست در هیچ زمانی، مگر اینکه طرف مقابل شکسته باشه. او آغاز نکرد به شکستن هیچ پیمانی. این پیغمبر با این عظمت در میان مردم، خدا بهش این خطاب میکنه: وخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین و این عصاک فقل انی بریء مما تعملون. پیغمبر بال فروتنی و تواضع را بگستران در برابر این مردمی که به اسلام و راه تو ایمان آوردند. اگرم یه وقتی خطا کردند، معصیت کردند، بگو من از عمل شما بیزارم. این چه دینی است، با چه اخلاقی است، با چه عظمتی است. به این پیغمبر میگه و شاور هم فل امر، در همه امور مهمه دنیا باید با مردمت مشورت کنی، اونها را فرا بخوان، با اونها سخن بگو، با اونها مشورت کن. و حتی جایی که پیغمبر نظر شخصیش چیز دیگر بود، اگر اکثریت قاطع مردم چیزی میگفتند، در امور دنیوی به احترام میگذاشت به آراء مردم. البته اون وظایف دینی و اسلامی سر جای خودش محفوظ، اما در اداره کشور، در مدیریت، از مشورت مردم استفاده میکرد. حالا همه این کارهای عظیم و بزرگی که پیغمبر انجام داده، میگه انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. اصلا من برای این چیزا نیومدم، من آمدم اخلاق درست کنم، من آمدم اخلاق نیکو را تکمیل کنم. مؤدبانه با هم حرف بزنیم، به هم احترام بگذاریم، همزیستی مسالمت آمیز بکنیم، در جامعه اسلامی همدیگر رو برادر بدانیم، همسایه را احترام کنیم. مازال یوسا بهم حتی ظننا انهم سیورثهم. امیرالمومنین فرمود اونقدر پیغمبر راجع به همسایه سفارش کرد که ما فکر کردیم میخواد سهم ارث برای اینها بگذاره، از ما سفارش میکرد. احترام به همسایه، کنار هم دیگر زیستن، مسالمت با هم رفتار کردن، اخلاق نیکو داشتن. و انقلاب اسلامی ما اون روز به نقطه نهایی میرسه که اخلاق جامعه ما اخلاق پیامبر بشه و اصحاب پیغمبر بشه. انک لعلی خلق عظیم. تا وقتی فحش و تا وقتی اهانت و تا وقتی تهمت و تا وقتی به همدیگه تکه پرانی و تا وقتی ظلم و ستم به زندگی مردم و آبروی مردم و حیثیت مردمه، ما هنوز در پله های اول این راه هستیم. هنوز از اون خمها خم اول رو هم طی نکردیم. انقلاب اسلامی برای این نبود که ما بیاییم شعار بدیم و بگیم ما چنینیم و ما چنانیم. انقلاب اسلامی برای اخلاق آمد.
برای این آمد با هم برادر باشیم، همدیگر رو یاری کنیم، دست همدیگر رو بگیریم، کمک کنیم، سوء ظن به همدیگر نداشته باشیم. اگر ما بعثت پیامبر را به تعبیر امام به عنوان بزرگترین روز تاریخ و حادثه بعثت را به عنوان عظیمترین حادثه در طول تاریخ میدانیم، این بعثت امروز باید ما را مبعوث کند، ما را برانگیزد، روح ما را برانگیزد، همونطور که اون پیامبر بزرگ، اون مرد خدا مبعوث شد و جامعه رو مبعوث کرد و جامعه رو به حرکت در آورد. و شما دیدید در جامعه مدینه چی شد. روزی رسید که تمام مردم انصار و مهاجر با هم عقد اخوت و برادری بستند و هر نفر از انصار در خانه خود و زندگی مهاجر رو شریک کرد. یه همچون کاری ما الفت بین قلوبهم ولکن الله الف قلوب. اونی که تونست قلبها رو پیوند بده در سایه فرمان خدا و لطف خداوند، کاری بود که پیغمبر با اجرای فرمان خدا در جامعه انجام داد. امروز هم درد جامعه ما، مشکلات جامعه ما با نگاه به غار حرا و به بعثت پیامبر قابل حله، و اون نگاه قابل حله و هیچ، نه نگاه غربی نه نگاه شرقی، نگاهی که از جانب پیامبر بود، از جانب وحی بود، اون نگاه میتونه ما رو متحول کنه، ما رو یک پارچه بکنه. در کارهای مهم نظر مردم رو اصل بدانیم، همونطور که پیغمبر نظر مردم رو اصل میدانست و حتی جایی که نظرش نظر دیگر بود، وقتی همه مردم چیزی میگفتند در امور دنیوی، در اداره زندگی، نظر اونها رو بر نظر شخص خودش مقدم میداشت. خب این مشورتی که خداوند به پیامبر امر کرد امروز برای ما هم هست. ما هم بر همون مبنا باید حرکت کنیم. اگر نظام جمهوری اسلامی ایران به عنوان نظامی بود که به عنوان خادم مردم خود را دانست و اداره کشور را از آن مردم دانست و انتخابات را راه اصلی برای مدیریت کشور پذیرفت و با انتخاب مردم کسی که منتخب می شود به نظر او و نظر جمع و نظر مردم احترام گذاشت، اون وقت ما می تونیم به راحتی از همه مشکلات و پیچ و خمهایی که امروز پیش روی ما هست عبور کنیم و بگذریم. هر جا مردم با نظام بودن، هر جا نظام در خدمت مردم بود، هر کجا نظام و مردم یک راه رو انتخاب کردن، پیروز شدن. و هر کجا خدای ناکرده فاصله بین نظر مردم و نظام و مسئولین ایجاد شد، همه ضرر کردیم، همه شکست خوردیم. امروز یک روز تاریخی برای کشور ما هست. ما امروز روزی است که 3 سال جنگ اقتصادی رو پشت سر گذاشتیم. امروز اگر متحد باشیم، یک زبان باشیم، یک صدا باشیم، در کنار هم باشیم، میتونیم پیروزی را به زودی لمس کنیم و ببینیم. پیروزی دور نیست، نزدیکه. اونهایی که طراحی که طراحان شکست ایران و شکست نظام، طراحان به زانو درآوردن ملت بزرگ ایران، اون طراحان امروز به شکست خودشون به صراحت اعتراف بکنن، میگن اون راه شکست خورده، میگن اون راه غلط بوده، میگن اون راه نادرست بوده، میگن اون را به نتیجه معکوس رسیده. این رو به صراحت دارن بیان میکنن.
این یعنی پیروزی ملت ایران، غیر از این چیزی نیست. وقتی ما یک ملت در برابر یک ابرقدرت 3 سال ایستادیم و امروز حاکمان جدید منتخب از طرف مردم میگن راه 4 ساله قبل غلط و اشتباه بوده، پس ملت ایران به بزرگترین موفقیت و برتری تاریخی دست یافته. ما موفق شدیم، ما روزهای سخت رو پشت سر گذاشتیم، حتما سپیده نزدیکه اگر ما با وحدت و اتحاد راه خودمون رو ادامه بدیم تا پیروزی نهایی. ولی اگر خدای ناکرده ما به نظر مردم توجه نکردیم، ما به فکر مردم احترام نگذاشتیم، ما در برابر خواست مردم تواضع نکردیم، وقفز جناحک لمن اتبعک من المؤمنین، اگر بال فروتنی را در برابر مردم پهن نکردیم، پیروزی از آن ما نخواهد بود. اگر ما به فکر این باشیم که انتخابات چه خواهد شد و منافع مردم رو کنار بگذاریم، خواست مردم رو کنار بگذاریم، به اون انتخاباتی هم که میخواییم نمیرسیم. این مردم آگاه تر از این حرف ها هستن که ما بخواهیم مردم را از جاده اصلی و درست به سمت راست یا چپ منحرف کنیم. هستند افرادی که این چنین باشند، هستند گروه هایی که این چنین باشند. ما اکثریت قاطع مردم راه و مسیرشون مشخصه و خوشبختانه رهبر معظم انقلاب با صراحت بیان کرده که اگر اونهایی که پیمان رو شکستن برگردند به اجرای پیمان، ما هم بر میگردیم به اجرای کامل پیمان. و رهبری معظم انقلاب به صراحت گفتند اگر اونها در برابر قانون و حق تسلیم بشن، ما 1 ساعت ادامه تحریم را جایز نمیشموریم. تحریم باید شکسته بشه. تحریم ظلم بر مردمه، این ظلم باید برداشته بشه. تحریم خاص صهیونیزمه، ما باید خاص صهیونیزم رو نباید بگذاریم اجرایی و عملیاتی بشه. تحریم خاص ارتجاع منطقه است، ما نباید بگذاریم خواست اونها اجرایی و عملیاتی بشه. امروز با تدبیر می توانیم مسیر پیش رو را طی کنیم به خوبی. تاریخ ایران نشان داده که تدبیر ایرانیان در روز سخت مشکلات و گره ها رو باز کرده. امروز هم این چنین است. ما آماده ایم. ما در برابر کاخ سفید به صراحت این رو بارها اعلام کرده اید. برگردید به قانون، خجالت نکشید. برگردید به مقررات بین المللی، امروز و فردا نکنید. برگردید به تعهدتون و بدانید با بازگشت شما بلافاصله ما به کلیه تعهداتمون برمیگردیم. ما نشون دادیم، 15 گزارش آژانس بین المللی این واقعیت رو به خوبی مبرهن کرده که ایران پای پیمانش میایستد. برگردید، ما تا روز آخر این پیمان پای این پیمان خواهیم ایستاد. اون وقت روزگار بهتری رو تجربه میکنید، اون وقت شرایط بهتری رو در منطقه تجربه میکنید، اون وقت میبینید که شرایط به گونه ایست به نفع همه مردم منطقه خواهد بود. این مسیری است که امروز ملت ایران، رهبری معظم انقلاب برگزیدند و انتخاب کردند و ما امیدواریم اونهایی که دیروز قانون شکن بودند و امروز میگویند میخواهیم به قانون عمل کنیم، در عمل این واقعیت رو نشون بدن که در پی قانون و اجرای قانون هستن و نمیخوان تروریسم اقتصادی رو ادامه بدن و این مسیر رو
و ادامه قانون شکنی بدانند که از روز 20 ژانویه تا امروز هر ساعت که میگذره معنیش اینه که شما دارید قانون رو زیر پا میگذارید و این رو در تاریخ باید متوجه باشید. همه شرایط برای اینکه همه 7 کشور به تعهد قبل برگردن آماده است، به جز اینکه آمریکا باید پیش قدم باشه در راهی که خود او در شکستنش پیش قدم بوده. هر که زودتر پیمان رو شکنده باید برگرده به پیمان و بدانه ما هم آماده ایم برای اجرای پیمان، کل با کل آماده ایم، جز با جز هم آماده ایم. همه تعهد در برابر همه تعهد ما آماده ایم، بخشی از تعهد در برابر بخشی از تعهد باز هم آماده ایم. این شما هستید که می توانید مسیر درست و صحیح را انتخاب کنید به نفع خودتون، ملت خودتون و به نفع همه ملت‌های منطقه. نکته دیگری که می‌خوام خدمت مردم عزیز عرض کنم و خطاب من بخشش به مسئولین اجرایی خودمون هست، مسئله بازار شب عیده. شب عید برای مردم یک شب فرخنده ملی است. شب عید به عنوان شبی است که مردم در زندگی ظاهریشون و روحیشون خانه تکانی انجام میدن. لباس نو، روز نو، سخن نو، حرف نو، شاد باش و گذشت از اونچه که سال قبل بوده. همه نوروز اینه که ما روز را نو کنیم. اگر برگردیم به کینه پارسال، روز نو نشده. اگر برگردیم به دعوای پارسال، روز نو نشده. اگر برگردیم به مشکل سال قبل، روز نو نشده. نوروز را به معنی واقعی روز نو کنیم و وارد سال شیم. و برای این کار مردم ما در شب عید خب نیازمند به خریدهایی هستند طبق رسوم و عاداتی که در طول سالها داشتن و ما باید زمینه رو برای اونها آماده کنیم. نگذاریم یک مش دلال سودجو زندگی مردم رو با مشکل مواجه کنند. یه مقدار از مشکلات طبیعی است که مردم دارند. یه مقدار از مشکلات مربوط به اون دولت تروریست آمریکا است که متاسفانه این دولت هم هنوز داره ادامه میده. اما یه مقدار از مشکلات مربوط میشه به این دلال بازی های غلط، نادرست، ناروا در جامعه ما. خب حالا ما وزیر بازرگانی که نداریم، اگر میداشتیم، اگر همکاری میشد بین دولت و مجلس، امروز روز دیگری ما داشتیم، امروز نوروز دیگری ما داشتیم. امروز کسی نداریم که مسئول خرید مردم باشه، مسئول اجناس مردم باشه. یه وزیر داریم به فکر صنعت خودشه، یه وزیر داریم به فکر کشاورزی خودشه، یه وزیر میخواییم به فکر زندگی مردم باشه، به فکر مصرف مردم باشه، به فکر این باشه توزیع چگونه انجام. تولید بله، یه وزیر وزیر تولیده در صنعت، یه وزیر وزیر تولیده در کشاورزی. توزیع چی میشه؟ توزیع بی صاحبه و این مشکل اصلی ماست. و دولت در پایان دولت 11 به صراحت اعلام کرد که وزارت بازرگانی میخواد با 2 فوریت این لایحه رو داد به مجلس و ماند و ماند تا روزهای آخر مجلس قبل که تصویب شد، رفت شورای نگهبان. یه ایراد کوچیک بود، اون ایراد کوچیک در چند ثانیه میتونست در مجلس حل بشه و نشد و باقی موند و در این مجلس هم که متاسفانه باقی مونده. امروز ما باید در برابر مردم پاسخگو باشیم. اگر طرحی که دولت بر او اصرار داشته با 2 فوریت و میدونسته اگر این طرح اجرا نشه چه مشکلاتی در ایام تحریم و جنگ اقتصادی برای مردم پیش میاد،
امروز ما داریم میبینیم این چیزی که 4 سال پیش ما پیش بینی کردیم، این چیزی که اول دولت 12 من وزرا رو معرفی نکردم تا اینکه این دو فوریت تصویب بشه من تعداد وزیر رو بدونم چقدره. خب حالا اون نشد. این معنیش این نیست که ما دست روی دست بگذاریم، این معنیش این نیست که ما امروز مسئولیت نداریم. به اعتقاد من وزارت سمت، وزارت کشاورزی مسئولیت بسیار سنگینی امروز در برابر مردم داره. نمیتونیم ما تو دولت بنشینیم راحت و بگیم خب حالا تحریم بود، خیلی خب حالا تحریم بود. نمیتونیم بگیم چون مجلس تصویب نکرد وزارت بازرگانی پس ما دست رو دست بگذاریم. به هر حال با شرایط امروز ما باید برای حل معضلات مردم به صحنه بیاییم با همه توان. من میدونم که این وزارتخونه ها شبانه روز دارن تلاش میکنن، اما معیار این که این تلاش های ما کافی است یا کافی نیست مردم هستن. اگر مردم به دولت بگن تلاش های شما کافی است اهلا و سهلا، اما من بعید میدونم مردم تلاش های ما رو کافی نمیدونن. نه اینکه مردم تحریم رو ندونن، تحریم رو میدونن. نه اینکه نمیدونن ما لایحه دادیم لایحه رد شده، نه، اینا رو میدونن. علی رغم این میگن ما تلاش بیشتر میخواییم و درست میگن. مردم میگن دست دلال ها رو باز نگذارید تو این بازار. شما ببینید میوه از اون مبدأش تا جایی که به مردم فروخته میشه چند برابر میشه. خیلی ساده از همه مردم میدونن که این میوه تو باغ چنده، تو مغازه در خونه که میخواد بره بخره چنده، دیگه این فاصله چقدر باید باشه، چند درصد باید باشه. من خواهش میکنم از وزرا، از مجریان، از استانداران، از مدیران کل، از بازرسان، از تعزیرات، از همه درخواست میکنم امروز با همه توان بیان و شب عید مردم رو شیرین کنن. ما البته تصمیماتی در دولت اتخاذ کردیم برای بازارچه‌های مرزی، برای گشایش ها، برای اینکه روی این کالاها اثر بذاره. به سرعت مصوبه دولت رو اجرا کنن و پیاده کنن. استانداردهای محترم مرزی به این مصوبات توجه کنن. بسیاری از کالاها هست که میشه با این گشایش مرزی زندگی مردم بهتر بشه، باید این کار رو بکنیم. بازرسی ها رو باید تشدید بکنیم. این دولت الکترونیک این همه ما روش تاکید کردیم و الحمدلله 70-80% کار پیش رفته، این باقی مونده رو عمل کنند همه تا ما بدونیم از مبدأ خرید در خارج تا مسیر راه روی آب تا در گمرک تا برسه به انبار. حالا این زنجیره متصل دم انبار قطع میشه، این زنجیره ما هنوز انبار ما وصل نیست. ما انبار باید وصل بشه به این زنجیره تا ما بتونیم به مردم کمک کنیم. خلاصه حرف من اینه، در این شرایطی که مردم قرار دارن، توقع دارن از دولت و من انتظار دارم از وزرا و همه مسئولین اجرایی که تلاش خود را چند برابر کنند تا مشکلات مردم کاهش پیدا کنه. برای کالای اساسی در شرایط سخت امسال مردم بدونند 10 میلیارد دلار ارز ما تأمین کردیم و پرداخت شده، و این 10 میلیارد دلاری که پرداخت شده بیش از 7 میلیارد دلار برای همین اقلام نهاده ها و همین مواد غذایی است که در اختیار مردم اینا پرداخت شده. مردم بدونن در شرایط سخت ما با مشکلات ارز رو تهیه کردیم، در شرایط سختی که برای نقل و انتقال هست انجام دادیم، جنس خریداری شده، از خارج حرکت کرده، آمده وارد کشور شده، آمده تو انبار. خب این قسمت توزیع مشکل ما هست که این جنسی که آمده چه جور به راحتی دست مردم برسه. امیدوارم ان شاء الله با تلاشی که ما انجام میدیم روزهای بهتری رو مردم ما شاهد باشند
و ما بتونیم شب عید راحت تری رو برای مردم انجام بدیم انشاءالله. همه تلاشمون رو ما به کار میگیریم و امیدواریم با تلاش‌های دولت ما شاهد شرایط بهتری در زندگی مردم و بازار شب عید باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله.